دنیا این چنینه، تا شیطان هست شما روی خلوص در این عالم نمیبینید، یعنی حق خالص پیدا نمیکنید. معنایش این نیست که ناامید بشیم، معنایش این که به تدریج باید خالصتر پیدا کنیم. همین، به همین هم باید قانع باشیم. توجه میکنیم بیشتر از این رزق و روزی ما نیست. گفت بشنوین نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آدم دنبال روزی ننهاده، یعنی چیزی که رزقش نیست، اگه بره فقط خون خوردن نصیبش میشه، اون روزی ننهاده هم گیرش نمیاد. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، یافتن یک امر خالص، یک حق خالص در این جهان، این ناممکن است. پریود تموم شد. لذا ما حواسمون باشه البته که خالص‌تر پیدا کنیم، ناآلوده‌تر در همه چیز، تو علم همینطوره، تو فلسفه همینطوره، تو طبیعت همینطوره، تو ماورای طبیعت همینطوره. بالاخره همین طبیعت رو شما دیگه از ساینتیست ها بپرسید که آیا چیزی خالصی گیرتون میاد یا نه. شما یه نفر به من نشون بدید که این سلامت کامل داشته باشه، میشه هم چیزی؟ بالاخره آدمیه دیگه، آب و دم است، بالاخره سلامت هم هست، دارم بیماری، دارم نقصان، دارم کجی، عیب، کاستی، همه ما داریم دیگه. پس ببینید، بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ و لا یبقیان، دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. زر قلب و زر نیکو در ایار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. باز میگوید در جهان که جهان مخلوط ها و ممزوج ها، امتزاج ها و اختلاط هاست، طلای اصلی داریم، طلای بدلی هم داریم، سکه تقلبی داریم و سکه خالص هم داریم. فقط یک محک میتواند تمیز بده که شما در اینجا طلای واقعی دارید یا طلای قلب و بدلی دارید. این مثال طلای قلب فراوان است در سخنان مولانا. یکی از حرفای اصلیش مولوی که در جایگری داره میگه روز قیامت معلوم میشه. پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض آن خواهد که بازی بفر است. میگه اونجا معلوم میشه که طلای اصلی کدام بوده و طلای بدلی کدام بوده است. این دنیا به هم مخلوطه، به هم مخلوطه و به طور کامل تمیز داده نمیشون، به طور ناقص البته قابل تمیزن. از قدیم هم محک رو آفریدن برای اینکه بتوانن طلا رو بشناسن. محک میدونید یک کلمه عربی است و حک یعنی چی؟ یعنی خاریدن، بیماری. البته حک کردن به معنای روی سنگ و اینا هم نوشتن، اونم برای اینکه اون سنگ رو میخراشند و حک میکنند چیزی رو. بیماری حکه در گذشته بود، تو طب قدیم خارش بدن رو میگفتن بیماری حکه. حک یعنی خراشیدن و خاریدن. تا سنگی بود در گذشته که ظاهرا مخلوطی از سولفات ها، یعنی ببخشید سولفید ها و سولفور ها بود. وقتی که شما فلزاتی رو که غیر طلا بود با این می خراشیدید و تماس می دادید، سیاه می شد، مثلا مثل سلفور آهن، سلفور مس، اگر فلزتون مس بود و اینا سیاه می شدید که برای تشخیص شیمیاییش هم همین. اما طلا خب سلفوره نمی شه دیگه، یعنی با اون محک معلوم میشه که این، یا نقره هم سلفوره نمی شه، سیاه نمی شه. از اون طریق می شود تشخیص بدن که این طلای واقعی است یا نه، یا ناخالصی در درونش داره یا نداره. اصلا طلا و نقره واسه این طلا و نقره شدن که اکسید نمیشن، سولفاید نمیدن، لذا پول شدن، انقدر مهم شدن. چرا مردم پول رو از آهن و مس و اینا درست نکردن؟ برای اینکه اونا خیلی زود زنگ میزنن و از بین میرن. این فلزات، فلزات پایداری هستن. البته اون وقتا اورانیوم و اینا هم شناخته شده نبود، بعدم اورانیوم انقدر زیاد نیست که بشه پول درست بکنن. بعدم وای به این که اگر اورانیوم های رادیواکتیو باشه که دیگه جون مردم هم میگیره. لذا همون طلا و نقره خیلی انتخاب درستی بوده. ابن خلدون بحثی داره در مقدمه خودش، میگه خداوند درست به اندازه طلا خلق کرده، نه خیلی زیاد که قیمتش بیفته پایین و نه خیلی کم که گیر کسی نیاد.
درست به اندازه واقعا درست به اندازه ترانه خلق کرده که میشه به منظره پول از او استفاده کرد. اگر خیلی فراوان باشه مثلا آب و هوا نداره، اگر خیلی خیلی هم کم باشه که به کار نمیاد. به هر حال یه حسابی قائل بودن براش. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اجرها باشدت ای خسرو و شیرین دهنان گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی. کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی.